سلام به همه همراهان عزیز در کجای این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستین. سلام به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. دو تا ویدیوی بسیار جنجالی داریم توی این برنامه که قراره بهشون ریاکشن بریم. حتما تا انتها ما رو همراهی کنید. برای انرژی دادن به ما همین الان میتونید ویدیو رو لایک کنید که پر انرژی بریم سراغ اصل مطلب. لینک هر دو تا ویدیو رو براتون داخل دیسکریپشن قرار میدم که کامل ترشو بعد از اینکه ویدیو ما رو تماشا کردید از کانال اصلی ها تماشا کنید. سریع بریم سراغ اصل مطلب. یه پیغام بدی اومده، من خیلی متاسفم، میخونمش، ببخشید منو. 937-1959. سلام آقای دلاوری، حامد هستم از تهران. افغانی ها شلوغ کردن بی‌آر‌تی رو. من واقعا متاسفم بابت این نگاهی که ما داریم. دوستان عزیز، هر کسی که داره تو ایران زندگی میکنه حق داره از امکانات ایران استفاده بکنه، کما اینکه وقتی ما میریم تو کشورهای دیگه حق داریم از امکانات اونها استفاده بکنه. خواهش می‌کنم نگاهتون رو از این وضعیت ببریم کنار. ما باید بریم ناوگان اتوبوس رو نمونه درست کنیم. بسیاری از افغان این خیلی حرف درستیه ها، یعنی ما اصلا ما خودمون آقا ایرانی ها وقتی مثلا میرن کشور آمریکا، میرن کشور آلمان، نظرتون درسته که یه نفر آلمانی بیاد بگه ایرانی ها نمیدونم مترو ما رو شلوغ کردن؟ شما ایرانی هستید سوار نشید. آره شما هستید که البته بعضی وقتا این اتفاقا میفته تو خارج از کشورم، ولی خب به هر حال خودمون نباید این کارو کنیم، چون خودمون خوشمون نمیاد یه کسی دیگه با ما این رفتار رو به هر حال بکنه. افغانستانی ها تو ایران سالها زحمت کشیدن، سالها خونه دل این پروژه های ما رو خوردن، دیگه خیلی هاشون ایرانی شدن از بس که تو ایران. امیدوارم، من ببخشید ناراحت شدم از دیدن این پیغام، نگاه اینطوری نداشته باشیم لطفاً. من خیلی عاشق احساس شده. 912-72-24. سلام آقای دلاوری، نشستی جای گرم و نرم، از افغانستانی ها حمایت میکنی، خبر نداری از قشر کارگران ایرانی محتاج نان شبن. آقا من چه ربطی به کار کردنشون داره؟ من کی گفتم که افغانستانی ها بمانند و اینجا کار کنند؟ میگم وقتی یک نفر اینجا زندگی میکنه شما نمیتونی بگی تو وایسا تو اسکا من سوار اتوبوس بشم. این دیگه تبعیض نژادیه. فکر کنم تو مثلا نظام آپارتاید هم دیگه هم چیزی نبوده، او هم باید مثل ما زندگی بکنه، ولی حالا دیگه میذارن میمانن جای کار رو میگیرن. اینها مسائل دیگه ایه که میتونه مورد بحث قرار بگیره. واقعا هم همینطوره، اینا اصلا بحثش یه چیز دیگه است. یعنی ما همیشه بیشتر وقتا مورد A رو مورد B و مورد C رو برمیداریم با هم دیگه قاطیش میکنیم. آره اصلا معلوم نیست اول مثلا پرسش چیه، هدف چیه، مسئله چیه. باید سعی کنیم هر چیز رو جای خودش بذاریم. مثلا اول از همه باید بگیم که آقا کسایی که غیر قانونی وارد ایران شدن بعد حالا خارج بشن برن به کشورهاشون، حالا فرقی نداره از افغانستان، از آلمان، از هر کشوری اومدن ایران غیر قانونی خارج شن به برگردن. ولی خب کسایی که قانونی اومدن و حالا اون مراحلشون رو طی کردن، اون دیگه مربوط به اتوبوس رانی و کارگری و اینجور چیزا نیست. باید یه سری قوانینی وضع شه که درست هم اونایی که قانونی اومدن بتونن حالا استفاده کنن، چون به هر حال اونها هم خیلی هاشون دارن حالا مالیات میپردازن، خیلی هاشون اون حقوق شهروندی رو دارن رعایت میکنن، ولی اون خدماتی که بهشون میشه اینطوری نیستش. و این رفتارها و اتفاقاتیه که باید خیلی ریشه‌ای حل بشه. یعنی یه سری مسائلی که اصلا بسیار ریشه‌ای و عمیقه. همینطور که ایشون گفتش که اینا خونه دل این کشور خوردن و خیلی زحمت کشیدن برای این کشور، خیلی ساخت و سازای کشور رو اینا انجام دادن، خیلی کارهای سخته که خودم میسان یه موقع میبینم به نیما جان میگم یه دوست کم سن و سال از افغانستان کار میکرد ساختمون سازی، گفتم من هر وقت اینو میبینم میترسم. واقعا آدم میترسه مثلا این کار سختو داره ایشون انجام. آره اون ترسه از اونه که خدای نکرده اتفاقی براش نیفته. بچه دارم، آره خودم بچه دارم، میگفتم این چجوری دلم میلرزه. آره امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته در آینده و قانونها یک مقدار درست بشن. حتما هر نظر و درد و دلی هم دارین پایین بنویسید، فرقی هم نداره. اگر ایرانی هستین درد و دلی راجع مردم افغانستان دارین، یا اگر اهل افغانستان هستین درد و دلی راجع مردم ایران دارید، داخل کامنت ها بنویسید. اینجا قراره با هم دیگه گپ و گفتگو داشته باشیم و سعی کنیم به یک نقطه مشترک حداقل برسیم. تفاهم شده بین بره مربوزم یه طوری میبروشم میفروشی یا یه طوری میخورم هم سودایش هم میکنم. زیادتر میخوری یا زیادتر سودا میکنی؟ زیادتر سودایش میکنم. ارزان است قیمت؟ خوب است، بنافس است. ها چیو نستده؟ ایجا آفرینتون گزارم ایکنه؟ چطور کنم دیگران؟ حالا میارن نا چیما را میتم؟ چیما را نا قیلن دوزرم این مسئله بوق زدن خیلی تو کشور افغانستان مثل این مسئله جدیه، چون تو یکی دو تا ویدیو دیگه هم دیدیم که کسایی که تو افغانستان رفته بودن از ایران میگفتن خیلی بوق میزنن، خیلی قوانین راهنمایی رعایت نمیشه در افغانستان و کابل.
یکم به نظرم باید بیشتر این چیزها رعایت کنی. راز در بین خود میفهمم. هر روز میگه پس. هر روز میگه پس. بیا زود. خودش میبینی. از کجا هستی بیادرم؟ از نینگرهار. آره یار گلی تو باش ما کمک رو بده بکنیم بیادرم گاه بزنم. سلام علیکم بیادرم. خوب هستی؟ خوب هستی انشالله. شکر الله. اسم شما؟ اسم ما شکر الله است. اول گل سودا میکنیم. آره گل سودا. شکر سزار و شکر است. میچه مگر نبودین یک چند وقت پیش؟ دیگه یک وقت پیش خاطر مارکت ها چپه شد کار شروع در سرک شروع میشه کار شده بس فیلن خیر از گپ نیست که باشی فیلن دیگه تایید و چیز گپ نیست دیگه باش که باید از زید چی میشه باید از زید باید برین باز کجا میرین دیگه باش هر سن که مسیر ما شده دیگه هر سن که خدا خواست هر سن که نصیب باشه دیگه اینجا باز کار بردم تو بس شکر سوا چیزی که رضای الله باشم قیمت شده اول بلو ارزان حالا اگر فعلا نه واسه اگر قیمت است باز اگر تازه است برمان اگر سنده کسن بیا باز اگر ارزان باشه همین خوبترین سال کمی کاروبار خوب بوده باشه چه وقت بوده؟ کلا نوبرونه هر میوه بیاد یه ذره قیمتش بالاتره ولی خب به مرور یه ذره قیمتش کمتر هم میشه کلا میوه های بهار و تابستان بسیار رنگ و رنگ و خوشمزه از خربوزه و آلبالو و کلاس و تنوعش بیشتره آره واقعا خیلی تنوع داره و برین تهیه کنید کلی هم فواید دارن دیگه و جز بهترین بین روز میتونید بهترین چیزی که بین روز میتونید نوشید آره موزر هم نباشه براتون. وقتا دیگه وقتا ارزای خوب بود دیگه. آره خب دیگه. ارزایم ببخشید. آره دیگه. ارزایم رفت. کاروبارش هم نه مرا کلش نه. کلش نه. ارزایم خوب بود. ها وقتم خوب بود. بازم دیگه. حالا یک ذره امنیت کلش چیز خوب شد آقا یک ذره بازارا کاروبارا خیلی ضعیف شده زیاد. اگه برای شما دو گزینه بتن بگه یا اشرف غنی پس بیا یا کرزای کی رو میخواین پس بیا. هر کدومش بخوایم هر کدومش بیایم مقصد وطن آرام شه کاربار خوب باشه دیگه ملت آرام باشه نگفتین که هیچ نبیاین نه هر کدومشون باشه مثلا اشرف غنی باشه اگه امارات اسلامی باشه هر کدومش باشه مقصد وطن آرام باشه کاروبار درسته ای باشه ما اینی از خدا میخواییم دیگه اگر این ما دیگه دوا چی کار داریم؟ اصلا من نامها مهم نیستن زیاد نباید به نامها توجه کنیم چه ایران، چه تاجیکستان، چه افغانستان نام ها میان و میرن مهم اون دستاوردهایی که هر شخص از خودش به جا میذاره هر کسی که اومد یه کار مفیدی کرد خدمت کرد به آره دمش گرم گره باز کرد وگرنه اسم ها به نظر من واقعا زیاد تأثیری ندارن باید به دستاوردها توجه کنیم پدشان چی کار دارم؟ کار هست؟ امی کار چی مانست؟ امی دکاندار هست؟ خوش شکر است که فعلا امنیتون خوب است ها امنیت خوب است خب بذاره کاروبار مردم سه ساعت دیگه امنیت خوبه خلاص خوبه است خیر ان شاء الله توکل ما به خداوند شکر شما زنده باشید شکر خوب هستین بیدار زنده باشید زنده باشید کارین به خیر سلامت باشین بیدار خب می سمت بریم که تو بیا بیدار اینجا ستا شکل دیره یک تا دو تا سه تا اون هستی برای من گفته رو ایستم سکر خلا پس میکشه سلام علیکم سلام علیکم خوب هستم بخیر جان بانجور بخیر اسم شما؟ اسم آصف خان چه قصه داشتین؟ هیچ ولی قصه این کاروبار چه رقم گنشه و یه سرک چه جور میشه باش ولی میگه شاید دو سال یک نیم سال طول بکشه اگه تو شب خو مردم در به در میشه زیادتر دکانهای مردم چپه شد دیگه کار موندن چی کنم مردم آخر چی کنم آقای باز جلسه داشتین؟ جلسه باز چی شد؟ نتیجه رسیدین؟ ایه دمی که آخر را میده دیگه دمی دست قرار قصه کنیم دیگه کار بار خوید از این جلسه ها گلن زیاد برگزار میشه حالا کسایی که همسن فن کسایی که رفیق هم با هم چرا راجب کار خودشون چرا راجب مسائل اقتصادی سیاسی آره تحت تصمیمات خیلی خوبی هم بعضی وقتا اتخاذ میشه ولی خب دستشون به جای بند نیست که اون تصمیم ها رو بتونن اجرایی کنن چه ماهی چطوری؟ آه بله آه بیا خدا میره بانه خدا میره در کار خدا خیلی خوش کنیم وقتی تو کاروبارتان ماشالله جور بود وزده که جیبکایتان هم خوب بود دیگه نه؟ آه سر خیلی هستی که زندگی پخشی و بلندی رو دارم آه کار فی کرده ایچ کدام گپ نیز بادا شکر میگیم پس بس کاروبار جور میشه آه خدا میره بانه تکل بخیر اکا جا جلسه نگیرین خدا پیر میسازه والا پیر شده ایم افغانستان کلش جگر خونی هست به خدا بله جگر خونم یکان تو ناق هست والا سعی که دختر خاله یک آدم درس میخونه کوشش میکنه نه که تا یک جایی برسه از خانه خود دور از فامیل خود دور تا چهار سال یا تا سه سال یک جای دیگه یک چیز دیگه رو میخونه آخر آمد تو بیسر نوشه یعنی واقع سخت است یک آدم که چهار دپارت باشه بیا در این سرک بشینه بیا در بعد بسیار یعنی سخت این مشکل است راستی هم سرصدا هم خیلی چیز عجیبیه ها یعنی من خودم
جزو کسایی هستم که واقعا زیاد تحمل سر و صدای زیاد رو ندارم. آره زیاد تمرکز هم گرفته میشه. حالا فکر کن یه سری از اشخاص هستن که هر روز دارن اینجا کار میکنن و توی این محیطی که انقدر سر و صدا داره، انقدر حالا ماشین های مختلف، یه سری ها حرف میزنه و این هم همه، یه فکر کنم اعصاب خیلی پولادینی میخواد که توی این محیط کار کنن. دم تک تکشون گرم. هر کس مردم میگنی که اینمی حساب قوم پرستی و چیزا حالا معرف هم هست و باردم خدا هم در دلایشان رحم برداد کلگی ما را هدایت بکنه. آمین. کلگی را هدایت بوده که باید کلگی را باید مثل برادر خود فکر کنه و باید تاجه که اگر دارست اگر چیز هست اینمی گپا باید دور شوه. در خدا هم میربان است توکل ما شما به خدا. آه خدا هم بخیر سلامت بشه، خدا هم بخیر بشه، خدا شما را زنده داشته باشه، شما هم خدمت میکنین، صدای ما را با مردم میرسانین و کلگی داخل خارج میبینیدان بخیر سلامت بشه. ما اینمی گفتنی رو داریم، اینمی خواهش ماست که وطن ما آرام باشه، جنگ نبود. بکنم آرزوی همه است، آرزوی همه است که تو کشورشون امنیت داشته باشن، آرامش داشته باشن. داشته باشن، آره شغل ایجاد بشه، بتونن یه گوشه کارشون آروم زندگی کنن. آره ببین واقعا خیلی ها چیز زیادی از این زندگی نمیخوان، یک شغلی، یک حالا خانواده ای که بیان امنیت باشه، آره کنار هم باشن زندگی کنن، شغل داشته باشن. این چیزای نسبی و چیزای کم رو لطفا فراهم کنید برای مردم. باشه کار باشه دیگه چی کار داریم دیگه، هیچ چیزی نیست دیگه. وقت تام خوش، خدا هم خوش داشته باشه، دانا رو تام خوش بخیر، تشکر بیادارا روز تام خوش، زنده باشین. در یوتیوب چینل کابل شو میتونین ببینین. خب وطندارای عزیز ماشاءالله اینم اینجا کلگیش جوس میفروشن و فروشندگی میکنن، ولی اینیسن کار تحریب کاری فنجیدیان داره. نوشته بود پرز فروشی، یه چیزی تو این مغازه یه چیزی نوشته بود پرز فروشی، پرز فروشی، متوجه نشدم چی برام جوراب و اینجور چیزا فکر میکنم بود، ولی پرزه نوشته بود، نمیدونم حالا برام بنویسید چی بود. بخیر است. صدمند هستین. شکر الحمدلله. تخت سرک استاد هستین. حالا اینجا کار میکنم. چی کار میکنین؟ زد ضربه پشت آورم. آها، کاروبار در موبایل است. عجب. دم کوچنگیستی دیگه میشه. شکر است کاروبار. شکر است الحمدلله. این کوچنگی دیروزش خزیده تا نساخته. نه، هیچ تو بیروبار نیست. همین دلم خدا سر صدا یک هم بیروبار. آه بیروبار زیاد شده. سابق که خیلی بیروبار زیاد شده. بیروبار زیاد شده به سر فروش تاثیر داره. بله. شکر است. شکر از بخیر. شکر کنی که از جمله کسایی هستم که میگن شکر کار است. شکر الحمدلله، همیشه باید شکر باشه. من یگان تو را کمی میگم خوب است. این حرف خیلی درست بوده. همیشه آدم باید شکرگزار باشه. چه یه دلار در میاره، چه 100 دلار، چه 1000 دلار، آدم باید شکرگزار کنه، شکرگزار باشه تا نعمت خدا هم بیشتر سر سفرش بیاد. اونطوری که میگن یه چیزی هست میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. دقیقاً شکرگزار باشیم و این انرژی های خوب رو به خودمون و دور و بریامون بدیم که روز به روز پیشرفت کنیم. سی کاروبار است؟ نه میگنی؟ نه، الحمدلله باید خدا کنه یک روپه میگیریم یا در روپه میگیریم یا صد روپه یا هزار روپه، باید هر لحظه هر ثانیه باید شکر مو بکشیم. شکر خدا رو باید بکشیم. یکیم جوانای ما میگیم کنی خود چی کار میکنی؟ بلا کار نیست، ما دیگه میریم سم خارج. نه خارج نمیدونم بخیر برین. خارج خارج چندان فایده نداره. خارج ما خارج هم نرفتیم، تا ایران رفتیم. مگر هم سخت است، مسافری خیلی سخت است. نه قانونی رفته بودم، دام رو تیر کرده میشه بس. والا اینجا که من که بیکاری و بیروزگاری بود، دوره اول طالبا بود. باز هم وقت گرفتیم نگال تقریبا یک سال میشه که پس اومدیم، الحمدلله خیلی خوبه. روز یک چهار هر کسی نمیتونه با مهاجرت کنار بیاد. قانونی هم رفته بودم و میگم بعضی وقتا حالا مثلا کشور ایران در طول سالیان اخیر خودش زیاد وضعیت خوبی نداره، یعنی
خیلی از جوانای خود ایرانی الان شاغل نیستن متاسفانه، کار کاسبی درست حسابی ندارن، مشکلات عدیده مالی و اینجور چیزا دارن. الان زمانهای قدیم بود میومدن ایران و کار میکردن ایران، میانم کار سخت و آره حقوقای کم. الان اصلا وضعیت اینقدر خوب نیست که من به نظر من همون تو کشور افغانستان احتمالا کار بیشتر باشه. و در کنار همه اینها تو خود افغانستان نزدیک خانواده هم هست، آدم وقتی نزدیک خانوادهش باشه یه عشق توی قلبش هست، یه آرامش خاطری داره، راحت‌تر هم میتونه کار کنه. انشالله فرصت شغلی بیشتر تولید شه تو افغانستان، دیگه مجبور نشن دورشن خانواده‌هاشون. صد فایده نمیکنه اینجا کار. ظلم خیلی هست، توی ملک بیگانه است. هر رقم سختی، هر رقم سختی داره. باید اگه مرد اگه باشه تحمل میکنه سختی ها، اگه نباشه دیگه پس میره به کشور خود. میره بعضی کجا قضاومت بکشیم اینم افغانستان خود قضاومت بکشیم. آه از کشور دیگه که زحمت میکشیم، باید همیشه ما و شما میشه زحمت خود بکشیم تا کشور خود آباد کنیم. شکر کستین، قربانتون. امیدوارم که اتفاقای بهتری بیفته، حال خوبی بین مردم ایران و افغانستان و تاجیکستان برقرار شه، شغل زیاد شه، اون دستاورد آدم به خاطر کاری که میکنه بعضی وقتا اونقدری که باید و شاید دستمزد دریافت نمیکنه. امیدوارم هر چقدر تلاش میکنید، هر چقدر کار میکنید، همونقدر بهتون برگرده. دقیقاً. مرسی از همراهیتون، خوشحالم که تا انتها همراه ما بود. برای حمایت از ما میتونید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که همیشه ویدیو ما رو اولین نفر خود شما تماشا کنید. هر روز ویدیو داریم راجع به مسائل مختلف با هم دیگه صحبت میکنیم و سعی میکنیم چند دقیقه حال و هوامون عوض شه. لینک ویدیو اصلی هم براتون داخل دیسکریپشن قرار دادم، از کانال اصلی میتونید تماشا کنید و حمایتشون کنید. تا برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید. With the